برگشتیم در بخش بعدی برنامه امروز مهمان ما محمد حسین قنبری هست که متعلم صنف دوازده هستن و صحبت هایی را که با محمد حسین جان در نظر گرفتیم امروز سلام با شما صبح بخیر خوش آمده ایدل بیا و پاخیز دستت بلند چاخیز فریاد کن به دنیا معلول ناتوان نیست سلام 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 خدمت تمام شما و خدمت بینندگان محترم تلویزیون طلو چی در خارج و چی در داخل که محمد حسین قنبری را میبینه و همچنان ای که خدا را باز هم سپاسگزار هستیم که هر مخلوقی را برای مخلوق دیگرش وسیله خیر قرار داد زنده باشون میگن ای قنبری مهربان شب دعایت میکنم گر ندارم سروت جانم فدایت میکنم خوش آمدی صحبت بخیر و محمد, قن... محمد حسین قنبری کسی هست که نابینا هست اما نابینایی را کنار گذاشت و جستجوی توانایی هایی که در وجودش هست به جستجوی او گنج ای که در وجود هر یک ماه هست تلاش کردن و قنبری امروز آمدن و میخوایم کمی از نویسندگیشان و شعرهایی که می سرو... نوشته صحبت بکنیم و, و عرفهای ایمال... دیگه ای که در هست بله و امال اگر فیسبوک محمد حسین جان را دیده باشی حتما دیده که مطالب بسیار خوبی نوشته میکنه و نمونه از اشعارش هم همون جدیدیم خوب است که امروز در این زمینه بر ما و خودت و دوستایی که برنامه را میبینن زیادتر بگوین خب شاعری و نویسندگی خود طبعا نیاز به احساس داره و خودم که شعر نوشته کردم از فکر میکنم از 13 نود و یا نود یک بود خوب دقیقا به یادم نیسته که ما به سرودن شروع کردیم و تا که ادامه دیدم و در این راستا دیگر تلاش خود بیشتر میکنه به یاری اولین تک بیت اولین چیزی که نوشته کردی چی بود؟ اولین تک را که نوشته کردم بل. خب فکر می ای خدا توفیق بده تا خدمت مردم کنم تا توانم خدمت بیچاره و مظلوم کنم خب همین شعر بود که دقیقا فعلا در خاطر من نیست و یک چیزی که من دارم که بازم این شعر که نوشته میکنم خوب خوب است که اگر نوشته نکنم اون ساعتی که من نوشته میکنم یا مثلا تنظیم میکنم خب یک ساعت بعدش فراموش بشم و مجبور هستم که من اون شعر در لپتاپ من نوشته بکنم چه زمانای بیشتر اما احساس برتان میای که حالا بردارین یا لپتاپ تا بگیرین چیزایی بنویسین خب هر شخصی شاید احساسش یک زمان خاصی داشته باشه از من احساس مختلف است گاهی وقتا در صنف مکتب هم سریم احساس می یک من شیر بگویم بله. در خانه هم بعضی اوقات و زیاتر که من نوشته میکنم از ساعت ده بجه شب به اون طرف است از سینف و مکتب یاد کردی محمد حسین بر ما بگو که از گذشته تا حال چقدر کار صورت میگیره برای که ظرفیت سازی صورت بگیره برای شما و کسایی که در رده شما قرار دارن تا ظرفیت شما بیشتر شه و زیادتر تمرکز در مکاتب شما روی چی است؟ توانایی های شما را چگونه میخواین زیادتر بسازن؟ خب توانایی ها را اولش ما خود ما باید یک تلاشی بکنیم مم. که توانایی خود را خود ما ثابت بکنیم و خود ما بلند ببریم بر مردم تا این رقم ما بتانیم ثابت کنیم و کسی دیگه به آسانی توانایی ما را ثابت کنه. از زمانی که مکتب خواندیم تا بالا متاسفانه معرفه که ما داریم و همین مکاتب را که ما داریم جز پایپ گرفتن دادی دیگه چیزی یاد ندیدیم. <تصفح> گای وقت تو هم پایپ خورده؟ خوشبختانه نه. نه خاطری که ما از زمان سابق که خورد بودم دست نداشتم کس از نواقصیم سر صحبت کنه و از زمان که ما مکتب رفتم یک روز خلاف قوانین مکتب معامل نکردم. اما فکر میکنم دیگه در حال حاضر کم تغییرات آماده باشه یعنی شاید حال او دوره باقی نمانده باشه که استادا بخواین شاگردارا تنبیه کنن و باز از چوب رو. یا پایپ استفاده کنن خوشبختانه حالا اند تغییرات آمده و در قسمت نابینایان هم که تا جای را تلاش شده ولی به اندازه کافی نه کنه که انشالله توجهات بیشتر شود چی در تحصیلات عالی و چی در زمینه معرف انشالله که الله. قنبری عزیز از ناز نوازش هموطنای ما صحبت بکنین که برخورد هموطنای ما در شهر و بازار در محلی که زندگی میکنه این قنبری جوان ما چگونه هست؟ خب خوشبختانه که حالا هم وطنای عزیز ما خیلی رفتارشان عالی شده بر در قسمت برخورد با ملولین و قسمت برخورد با نابینایان ولی یک سلسله مشکلات هست کوشش کنن امی دلسوزی اگر میکنن بعضی اوقات امور به یک نحو درست بعض اوقات متاسفانه بعضی دلسوزی های هستش که ایوازی که مثلا امی توانایی های ما را ثابت بکنه و یا ما را انگیزه بده به این واسه سو میگرن دلسوزی میکنن که به خودشان درست دلسوزی ما به همه هموطنان از خود احترام داریم ولی جایی که به انگیزه بده ما را و اوقات نامیدیم و میسازه در, در داخل مکتب فضا و برخورد چگونه است؟ استادای شما در حال حاضر چگونه تدریس میکنن و چقدر میاری هست درسای شما؟ درسای ما خوب است بد نیست و یک ویژگی خاصی که ما در مکتب میبینم یه است که برخورد هم های عزیزم و هم مکتبیای عزیزم و استاد عزیزم می هستش که اصلا ما را مثل محمد حسین میگن نه میگه که بیشتر تو نابینا هستی فقط میگه محمد حسین محمد حسین از ای که انگیزه و انگیزه دادن صحبت کردی دیروز چیزی در فیس خواندم اتا سال فکر میکنم سیزده نوود پنج بود که اونجا از درد و غم هم کمی نوشته کرده بودی کمی چیزایی گفته بودی بیشتر چه زمان از درد و غم صحبت میکنی؟ خب زمان هایی که تصویر های مختلف را در دل می بینم مثلا بعض اوقات از تصویر های آزار ده هنده در طبیعت از خب طبیعت متاسفانه امید طبیعت که ما یا محیط که ما زندگی میکنیم بعضی اوقات در قسمی هستش که به عوض که گفتم امو دلسوزی هایشان و یا بعضی اوقات امو برخوردشان یا نصیحت خانوادگیشان که به به نظر خودشان عالی هست ولی بعضی اوقات به که او انسان رنگی زبتا و بالا ببره متاسفانه ناامیدی ما میسازه و همین باعث میشه که ما بعضی اوقات از درد و غم و رنجم بعضی وقت دیگه میگه باید. محمد حسین بر ما بگو از که خودت و کسایی که در رده خودت قرار دارین مشکلات در کجا می بینین کمیارا را در کدام بخش ها میبینین و توقعیتان چی هست میخواین بیشتر در کدام زمینه ها با شما همکاری و کار صورت بگیره من در قسمت سایت های نابینایان که همکاری میکنم از طرف سایت ایران هست سایت های ایرانی هست که کلا از بخش خود نابینا ها اداره میشه خود نابیناها ها برنامه نویسیش هست و سایت ترتیب بندی میکنه که خود شما میفهمین که یک ترتیب سایت چقدر جنجال داره بله. و سایت اینترنتی هست من اونجا خودم هم, هم کار هستم در سایت کار میکنم ولی در افغانستان که میبینم اگر ما نابینه های افغانستان رو ببینم گشن خودشان مشکل نداره ولی در قسمت چون اصلا کار سرعت شد... نگرفته چی در کامپیوتر چی در خدمات رایانه و تلفن اصلا کار سرعت نگرفته برنامه سازی روش صورت نگرفته و خیلی نواقص های دیگه نابینا های دیگر, دیگر میبینم مثلا از کشور جمهوری اسلامی ایران و یا کشور های که هستن که ما در ارتباط هستم با ورزشکار هستن فوتبال بازی میکنن که اصلا شینا میکنن که مثلا اگر در اینترنت خبرش خواندم که مثلا تیم ملی شینا فلان و فلان اینه تا مقامات را در بین المللی کسب کرد از بخشی روشندلان ما واقعا ایران میمانم اعتماد تا زمانی که خبر را نخونده بودم دهی انگیزه بودم گفتم اصلا نابینا نمیتونه بازی بکنه نمیتونه فوتبال بکنه ولی اینا رو خوندم یه انگیزه برم دست داد که نابینا هر کار میتونه ولی در صورتی که برش زمینه فراهم بشه بله وقتی که خودت میبینیم قنبری عزیز ما هم انگیزه ما بیشتر میشه سلام امشب بسیار مسج و مسجکانی داشتی با تهیه کننده برنامه <تصفح> ها؟ چطور مسج میکنی خب مسج یک کار خیلی ساده هست بله. مثلا تلفن را در دست خود میگیریم تایپ میکنیم راحت حالا تلفن های است که بر علاوه تلفن های دکمه دار از تلفن های که نامش نمیگیریم فقط از تلفن های لمسی هست مثلا تلفن های اندروید دیگه که نابینا ها خیلی دوتا تا میتونه برنامه نوشته بکنه برنامه نویسی بکنه چی واسه مسیج و مسیج ما امروز میخوایم که از تو یک حرف بشنم که او همیشه و حرف میخوایم حک بکنم در زینم از من میخواین بشنم؟ بله از شما گفتنی و پیامتان خب فقط یک چیز رو من برای دستان میگم نابینایی ناتوانی نیست در صورتی که آه یک در صورتم داره در صورتی که خانواده محیط و اجتماع برشان و یا خودشان برای خود تلقی نکنن آه اگر مثلا بگم من نابینا هستم هیچ کار نمیتونم پس منون کل کار خلاص کرد اگر میتونستم خلاص خانواده میگه تو اگر نابینا هستی باید درسته بخونی اگر نخونی چی سلامت باشی مولا مدخوصن لطف کردی که تشریف آوردی موفق باشی انشاءالله وقفه میگیریم